سلام به فراخبر امشب خوش آمدید. در آغاز از بگومگوهای مرزی تا سفر مشاور امنیت ملی، قرار است یک هیئت بلندپایه بر رهبری مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل سفر کند و امارت اسلامی میگوید که در جریان این دیدار درباره تنش‌ها در امتداد خط دیورن نیز بحث خواهند شد. هدف این سفر چیست و برایند آن در روابط کابل اسلام آباد چه خواهد بود؟ اینها و بیشتر در فراخبر امشب. مهمانان بحث امشب آقایان عبدالشکر دادرس آگاه سیاسی و محمد شفیق همدرد آگاه مسائل پاکستان با ما وصل هستند. به مهمانان عزیز سلام، خوش آمدین. آقای دادرس، بحث را با شما آغاز میکنیم. فکر میکنید چی چیزی پای مشاور امنیت ملی پاکستان و افغانستان میکشانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای شما و برای میهمان محترم جناب همدرد صاحب و کسانی که صحبت های ما را میشنوند، برای همه سلام و احترامات خود تقدیم میکنیم. خب شما من حیث دستن در کار رسانه و مردم ما من حیث کسانی که میبینه از وضعیت خوب با خبر داره که دی اواخر در بعضی نکات خاک افغانستان که قبلا حاکمای پاکستان با سازش هایی که با حکومت وقت داشتن خطی تار تیر کرده بودن و ای سیمی خاردار با زمی از اونا گویا که فاصله را بین افغانستان و پاکستان تعیین میکنه. ما فکر میکنیم که در این روزا که همی کسانی که در سرحدات وظیفه داره یا در اون نکات وظیفه داره، چرا استعمال کلمه سرحد موضوع نیستن و نباید ما بگویم در اون ساحاتی که همی کسانی طالبا که در اونجا وظیفه داره، اونا با دردی که داره، با احساسی که داره، اونا و با درکی که داره فهمیدن که درست نیستن، این در خاک افغانستان هستن، او را نابود ساختن، ممانعت کردن که در وقت خود وزیر خارجه پاکستان عکس العمل نشان دادن، سخنگوی نظامی عکس العمل نشان دادن، با وجودی که تقریبا عکس العملشان یک اخطار رقم هم بودن که و در پالوی اخطارم زور ازمایی هم بودن که گویا ما این کار میکنیم و با فیصدی کلانی را انجام دادیم که 94% گفتن و چندین دفعه تکرار شد و متاسفانه که 98% 94% دیگه اگر آلی باز تکرار زیاد شده باشه نمیفهم، ولی ما با صحبت هایی که ما با او قطعا موافق نیستم، یکان صحبت ها را از مسئولین بنام نقطه سفری و یا بنام از اینکه مسئله کوچک است یا موضوع محلی استن، قطعا این پالیسی عمومی که امارت اسلامی افغانستان داره و از معاون معین وزارت خارجه اعلان کردن که موضوعی استن که با مردم افغانستان ارتباط داره، یعنی یک مسئله ملی وزینی استن، ای از قدرت حکومت ها بدور استن. ولی اگر کسی باز ایر نقطه سفری میگه یا ایر موضوع محلی کوچک میگه، این خلافی پالیسی عمومی امارت اسلامی افغانستان صحبت میکنه. بسیار خب، در ادامه روی مسائلی که بحث میشه بیشتر بحث میکنیم. آقای همدرد، شما به برنامه خوش آمدین. خب پاکستانی ها گفتن که هدف این سفر را تعامل بیشتر اسلام آباد با امارت اسلامی و تسریع روند کمک های بشری به افغانستان گفته شده. شما چطور ارزیابی میکنین سفر مشاور امنیت ملی پاکستان؟ سلام به شما، به بینندگان محترم شما و به مهمان محترم شما جناب دادرس. ببینیم در طی تقریبا 4.5 ماه گذشته وقتی که نظام تغییر کرد و امارت اسلامی یا طالبان به قدرت رسیدن، یه 3مین سفر بلندپایه هیئت یا از نماینده های پاکستان است به افغانستان سفر میکنند. شما در جریان هستین که در روزهای نخست فیض حمید به کابل سفر کرده بودند و ای تو گنگوسا بودند که اینا گواهی در کابینه امارت اسلامی که اختلافات بودند به خاطر حل اختلافات اونجا آمده بودند. لیکن حال که ما خبر میشیم موضوع اصلی سفر فیض حمید
به کابل واگذاری یا سپردن فخیر محمد بود که از بگرام آزاد شده بودند و به ننگرهار و به خونر اینا رفته بودند و یک بیانیه بسیار آتشین در مورد پاکستان اینا ایراد کرده بودند. به او خاطر آمده بودند تا از امارت اسلامی و از کرانا و از بزرگای امارت اسلامی بخواهند که اینا را تسلیم پاکستان کنند. و از او به بعد وزیر خارجه پاکستان به کابل سفر کرده بودند و مسائل دیگر و ما در جریان هستیم که یک کنفرانس اسلامی نیز در اسلام آباد برگزار شدن و پاکستان یک نوع کوشش میکنن که خود را نزدیک به افغانستان نشان بده. لیکن من فکر میکنم که این سفری که در این هفته آینده تی است که به کابل شوم، من فکر میکنم که موضوعات خیلی عمده و مهم که است، یعنی مسئله خط دیورند است یا این مناقشه ای که در این روزا بروز کرده و دیگه مسئله تی تی پی یا تحریک طالبان است که پاکستان کوشش میکردن یا فکر میکردن یا اعتماد داشتن که بعد از به وجود آمدن طالبان همراه اینا همکاری میشه و اینا را یا نمیگذاره یا حداقل اینا را تحویل اینا میکنن. لیکن ما دیدیم که یک ماه اینا آتش بس کردن تحریک طالبان پاکستان با حکومت پاکستان، از او به بعد آتش بس خود به پایان رساندن و در این روزا ما میبینیم که در مناطق مختلف قبایل و خیبر پشتونخوا و بعضی مناطق بلوچستان اینا حملات خود را ادامه دادن. من فکر میکنم که سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل و هیئت دیگه که همراه اینا هستن که از پارلمان هستن، از وزارتخانه های دیگه هستن، من فکر میکنم که عمده اصلیشان، هدف اصلیشان مسئله خط دیورند است و مسئله تی تی پی است. تشکر آقای دادرس. در کنار اینکه موضوعات شما مطرح کردین، روی تسریع روند کمک‌های بشری به افغانستان هم گفتن که صحبت میکنیم. انتظار کابل از اسلام آباد چیز و اسلام آباد از کابل؟ خب این نظر شخصی ما هستن که ما بر تمام کشورهای جهان، همسایه ها و منطقه و جهان توقع نهایت قوی که با ما داشته باشه و تعامل بسیار عالی که او چی تعاملات متقابل است، در غیر از او توقع دیگری نداشته باشید. اگر تعاملات متقابل کمک هایی که با ما میکنه در اونجیم اهداف استخباراتی و سیاسی نداشته باشه، خو ما باور نمیکنم. زیادتر کشورها فقط و فقط منافع خود میبینه، حد اقل اگر منافع ما در کل جهان ببینه منافع مردم افغانستان را، او بر ما نهایتا خوب است. و ما در سیاست خارجی خود کسان تا متاسفانه که تا اکنون سیاست خارجی مدون و کتبی از طرف امارت اسلامی افغانستان اعلان نشده، ولی سیاست خارجی متمرکز به این هدف است که برای جهانیا بگویم که ما با شما روابط میخواییم که مسالمت آمیز روابط میخواییم، متقابل روابط میخواییم که شما منافع ما را در نظر بگیرین و ما منافع. و در این حال تشویشی بسیار نادرست و ما فکر میکنم که یک تشویشی است که ایالات متحده امریکا دائم میره میگه، در حالی که به این باور نیستن، یک بهانه هستن که از خاک افغانستان علیه ما و متحدین ما حملات صورت نگیره. بگوی که برادر ما آدی شما را شناختیم و از وقت می شناختیم، ما در این مشکلاتی امکانات نداریم، قبلا هم کسی حمله علیه تان نکرده و حالیم نداره، کلش پروگرام های خودت است، پروژه های خودت است، اگر هر چی میکنی خودت میکنی. بنان اگر یک سیاست مدونی ما داشته باشیم که او رو برای خارجا اعلان کنیم، در وقت هر کشوری که با ما تعامل میکنه با ما کمک میکنه چی، و تا وقتی که یک چیز برای خدمت شما و بینندگای محترم عرض میکنم که با خیرات ها شاید اما ظاهرا مشکلی ما رفع شوه، و تا وقتی که اقتصاد زراعتی ما، اقتصاد میکانیزه ما، اقتصاد صنعتی ما چرخش به حرکت نبیه، تجارت ما چرخش به حرکت نبیه، نظام بانکی ما
چرخش به حرکت نبیه. این چرخ که به حرکت نبیه ما نمیتانیم که حداقل مردم خود راضی نگاه کنیم، یا بتانیم که مردم خود اما مکلفیت هایی که امارت اسلامی و یا هر دولت در برابر مردم خود داره او را بتانه به انجام برسانه. ناممکن است. فقط به این خیرات ها و حتی این هم که جهان کمک میکنه، اون شما شنیدین که 1.5 میلیارد دلار و کمک کردن و کمک جمع کردن، این بسیار خوب است. فقط طرز عملش، ای که چطور توزیع میکنه، ای که کی توزیع میکنه، ای که با کی ها میرسه، این مسائل استن که ما در این مورد تجاربی کافی ما و شما داریم. چرا سالهای متمادی تحت عنوانی کمک کردن و تحت عنوانی روان کردن پروژه هایی بودن، آنها اهداف خودن، ولی صرفا در مقطع خاص زمانی، در مقطع خاص زمانی اما او هم چند روزه مردم ما را مصروف ساخته تحت عنوان کمک و خیرات. تشکر آقای همدرد. پاکستان در یه اواخر میزبان نشست های درباره افغانستان بوده و در رابطه با تعامل جهان با امارت اسلامی سخن زده و در واقع تریبیون بوده و همواره گفته. چقدر موفق بوده به همین کار؟ من فکر میکنم که دنیا از سیاست پاکستان با خبر هستند و میدانه که پاکستان در قبال مطرح کردن این مسائل چی خواهشات و چی اهدافی داره. شما در جریان هستین وقتی که کنفرانس OIC یا کنفرانس کشورهای اسلامی با پایان رسید، نخست وزیر پاکستان به وزارت خارجه پاکستان رفت و یک جلسه بسیار عمومی را برگزار کرد و از دیپلمات ها تشکری کرد که اینا این کنفرانس را برگزار کردن، اینا میزبانشان بودن، به خاطر اهداف خودشان این را واضح گفتن و این در سوشل میدیا سخنرانیشان وجود داره. پس بدبختانه پاکستان در تقریبا 45 سال گذشته از وقتی که کودتای ثور در افغانستان صورت گرفته و باز جهاد افغانستان شروع شده بود تا امروز از طرق مختلف اینا کوشش کردند که افغانستان را سودا بکنن و افغانستان یک مارکت خود بسازن و خودشان سخنگوی افغانستان در دنیا باشه. و در 20 سال گذشته دیپلمات های اینا به غرب به خصوص به ایالات متحده امریکا می قناعت می دادن که شما هر چیزی را که به افغانستان می خواهید برای ما بکنین، ما حاضر هستیم که برای افغانستان امنیت بیاریم، افغانستان را برای تان رام بکنیم و هر چیزی که شما می خواهید از طریق ما برای افغانستان شما بکنین. پس به او صورت اینا یک نوع سخنگویی غیر مستقیم از افغانستان میکنن. این در وقت مجاهدین اینا این کار کردن و این عالم کوشش میکنن که این کار بکنن، لیکن وقتی که موضوع خط دیورند در بعضی مناطق آغاز شد اینا فهمیدن که مسئله از این قرار نیستن و باید به افغانستان خیلی احتیاطانه و خیلی با روش دیگه. آقای همدرد در مورد اینکه خب پاکستانی ها در اواخر پشت سر هم نگرانی داشته و بارها گفتن که در واقع صدا کردن که جهان با افغانستان همکاری کنه، از وضعیتی که در افغانستان از پاکستان متاثر میشه و پاکستان خودش آماده است که در حد توان کمک بکنه افغانستان، چطور میبینین سیاست ها؟ چقدر در حال تغییر است؟ خب این واقعا که تغییر کرده. ببینین پاکستان یک چیزی که حقیقت برای مردم افغانستان معلوم است و ما باز میخوایم که برشان یادآور شوم، خدمتتان عرض کنم که پاکستان هر وقتی که یک تغییر آمده، وقتی که یک نظام سقوط کرده، وقتی که افغانستان به زمین خورده، اینا کوشش کردن که دوست افغانستان شوه و افغانستان برای جهانیان یا معرفی کنه یا همدردی کنه با افغانستان. لیکن وقتی که یک نظام قوی در افغانستان آمده، اینا هر وقت اینا مخالفتشان کردن دیگه. به او اساس ما امی پالیسی دوگانه پاکستان را در تقریبا 45 سال گذشته ما دیدیم، او را خواندیم و این حالیم درک میکنیم. پس به او اساس گفته میدانیم که ما اطمینان نداریم از این گفه هایی که اینا میگه. وقتی که در افغانستان یک چیز به وجود میه، یک نظام به وجود میه، از خود یک پالیسی
داشته می باشه، یک پالیسی خارجی، یک پالیسی داخلی، یک استراتژی داشته می باشه. در اون راستا اینا باز خوش نمی باشن و خیلی از مشکلات در این راستا اینا پیدا می کنن. لیکن وقتی که ما می بینیم که یک بحران در افغانستان میاد، باز اینا هم درد ما میشه، اینا برای ما لابی می کنن که این اصلا درست نیستن. اگر این مسئله خط دوران و بعضی مسائل دیگری که امارت اسلامی تازه وقتی که در کابل و در ارم نشستن و ما بارهایی را گفتیم که وقتی که طالبا بیاین و در افغانستان بشینن، بعدم اینا ببینن که اسلام آباد و پیندی و استبلیشمنت پاکستان در مورد افغانستان چی کرده و چی میکنن، از اون بعد اینا باز میدانن که مسئله در چی است، در کجاست. آقای دادرس، با توجه به تمام موضع‌گیری هایی که پاکستان داشته و شما رصد کردین، آیا پاکستان در خط دوستی در حرکت است؟ خب ما سیاست دیروز امروز باز مطالعه میکنیم و سیاست امروز فردا باز مطالعه میکنیم. سیاست دائمی نیستن، سیاست دوست و دشمن هم نداره، فقط سیاست منوط و مربوط به منافع است. پاکستان از وقتی پیدایش خود تا امروز و این کاری تمام دولت هاستن. ما پاکستان قطعا و هرگز، کاش که ما هم یک دولت قوی متمرکز منضبط واحدی داشته باشیم که بر منافع خود اینقدر عاشق باشه، اما با یک تفاوت. تفاوت ای که ما اگر دولت متمرکز و قوی به دست خود داشته باشیم، ما تقاضای ما ای خواهد باشه که منافع دیگه کشورها را هم محترم بشماره. ولی دولت پاکستان و با منافع خود عاشق است، منافع خود دوست داره، نقصش ایستن که به منافع دیگر هم به چشم خوب نمی بینن. اما پاکستانی ها گویا این که حالا میگن در مورد وضعیتی که در افغانستان است اونا متاثر میشن، مثلا در مورد موضوع مهاجرین بارها میگن که ما متضرر شدیم از ناحیه افغانستان. محترم، موضوع مهاجرین، موضوع کمک ها، هر چیز که میکنه برای ما علی موضوع بسیار مهم، موضوع دویرند است. باید از پاکستانی ها امارت اسلامی پرسان کنه، با جرأت پرسان کنه، به خاطر اینکه موضوع ملی هستن، پرسان کنه که ای سیمی خاردار چطور اینجا نصب کردی، با کدام سرایت، با کدام اجازه، کدام کجاست دستاویزی. دیگه سر از این بحث شده نمیتانه. چرا امو قسم که امارت اسلامی میگه که موضوع ملی است، ما هم میگم موضوع ملی است. وقتی که موضوع ملی بود پس به حکومت ها چی سر؟ امارت اسلامی یک مسئله کوچک و محلی خوانده این موضوع. نه خود دست نه، ما سیاست خارجی امارت اسلامی، موهین وزارت خارجه ممثل سیاست خارجی افغانستان هستند. او گفتن که ای با مردم ارتباط داره، ای با ملت ارتباط داره، و ای بهترین گپ است، ما هم قبول دارم. بنان وقتی که با ملت ارتباط داره باید به نمایندگی ملت، من حیث بخش ملت، از اونا پرسان کنه که شما امین 94% این 2000 یا بیش از 2400 کیلومتر خط امین سیمی خاردار با کدام سلاح دینج نصب کرده. آقای دادرس، برایند آمدن مشاور امنیت ملی پاکستان که در آینده میه چطور ارزیابی بکنین؟ چی است به نظرتان؟ ما خوب پیشی ما خود نقطه سقل اینمیست که اونا میایه و میخواه که فیصدی بعدی. اما اونا بعدی گفتن که در مورد مسائل اقتصادی بحث میکنیم، کمک‌های بشری. ما یک مشکل متاسفانه که در دولت‌های مشکل از وقت دیدم و عالی هم میبینم، اما اجندای خود نمیخواه که به مردم جهان یا مردم افغانستان و ملت‌های خود اعلام کنه. ولی از آنجایی که معلوم میشه فقط در امی حالت اساس و در امی حالت تنگاتنگی که اون میایه در راست یک هیئت، فقط موضوعی چیستن؟ موضوعی به اصطلاح امی سیمی خاردار است که اونا بر سینه خاک افغانستان او را نصب کرده. خب و میخواه جواب بگیره. امارات اسلامی هم گفته روی همین موضوع بحث میکنیم. به شما برمیگردم آقای دادرس. آقای همدرد، سیاست های پاکستان در قبال در موجودیت امارات اسلامی در افغانستان چگونه شکل گرفته؟ ببینین پالیسی واضح استبلیشمنت پاکستان و یا حکومت ملکی در قبال همسایه های خود بخصوص در مورد افغانستان اینا ندارن. هر وقت تقریبا اینجا چند سال از وقت ذوالفقار علی بوتو و بعد مو پالیسی عمده و استراتژی که عمق استراتژیک بود و
جنرال ضیاءالحق اینا طرح کرده بودند تا امروز به عنوان پالیسی اینا پیش می روند. زیگزاگ میاد در این روابط، یگان وقت خوب میشه یگان وقت مشکلات پیدا می کنند. مسئله ای است که ما بدبختانه پاکستان را عوض کرده نمیتونیم، اینا امیال پاکستان همسایه ما است، لیکن بعضی مسائل است که اینا باید با گفتگو، باید با بعضی مسائل که اینا باید بپذیره که مشکل است. تقریبا تا امیال حکومت پاکستان نه حکومت های ملکی و نه هم نظامی را قبول نکردند که خط دیورند یک معضله است یا یک مشکل است و مردم افغانستان را به رسمیت نمیشناسند، بلکه اینا همیشه تاکید کردند و گفتند که خط دیورند یک خط بین المللی است، در حالی که اینا ظاهرا این را میگن، لیکن در باطن شما ببینید که تا وقت حامد کرزی، تا وقت اشرف غنی، اینا از حکمرانای حاکمان افغانستان اینا تقاضا کردن که خط به رسمیت بشناسن. حتی برای دکتر نجیب پیشنهاد کرده بودن، به ملا محمد عمر مجاهد خودشان، اسپندیار ولی که رهبر این پی است، اینا خودشان قصه میکنه و این در سوشل میدیا وجود داره که نصیر الله بابر وزیر داخله وقت پاکستان به قندار رفته بود و از ملا محمد عمر خواسته بود که شما این خط دیورند به رسمیت بشناسین، ما خواست شما حمایت کردیم، کمک کردیم. میگم ملا محمد عمر برشان گفت که وقتی اینا نان میخوردن برشان گفتن که یمی نان افغان و شما بخیزین از دسترخان بیرون برین، نمیخواین که در این مورد امراتان صحبت بکنیم. اما پس گفتری است بله. که مسئله خیلی جدی است، خیلی مهم است برای همه افغانایی. مهم نیست که کی دموکرات است، کی کمونیست است، کی مجاهد است، کی طالب است، کی آمده، این مسئله ملی است و این رب داره به ملت ها و هیچ حکومتی در این مورد تصمیم گرفته نمیتونه و حکومت قبلیم که در این مورد حداقل یک لفظنامه را اینا امضا کرده بودن که پاکستان از او سو استفاده کرد که به نام بارڈر منیجمنت بود و آوردی چیزا را نصب کردن و ای از وقت 2007 خواهش پرویز مشرف بود در جرگه امن که در کابل برگزار شده بودن، اینا این مسائل مطرح کرده بودن، لیکن حکومت افغانستان و دیگر کشورها اینا را نپذیرفت. در اواخر بدبختانه بعد از 2014 که اشرف غنی با پاکستان رفت، تقریبا 48 معاهده اینا با پاکستانی ها امضا کرده بودن که یک این معاهده بود، یک معاهده ننگین بود، بارڈر منیجمنت، که بالاخره پاکستانی ها توانست تا امروز 94% یا 95% خاک اینا تصرف کنن و خط و مشکلات ایجاد بکنن. تشکر. آقای دادرس، سال هاست که پاکستان در محور جنگ افغانستان بوده و همواره گفته که طرف صلح ثبات در افغانستان است. پاکستان چی چیز برای خود میخواه و چی چیز برای افغانستان؟ پاکستان در جنگی که در افغانستان در گرفتن، از وقتی که در وقتی مرحوم داوود خان در ایام حیات زعامتشان یک تعداد از اینجی به مهاجرت ها دست زدن و به پاکستان رفتن، این از مروز که با جهان روابط خود ساخت و ایالات متحده امریکا تشویق کردند که شما آزادی خود بیارین بعد از صلح کاملا و شما باید مساجدتان آزاد شوه، باید زمین های تا آزاد شوه، خو کمک ها هم کردن. این کل کمک ها به دست کی بودن؟ به دست پاکستان بود. پاکستان تا نیست، آفرینش، پاکستان تا نیست که چی کاری بکنه. از او طرف تحت عنوان کمک به مجاهدین و تا سلاح نصب سلاح اتمی خود رساندن و من حیث یک دولت مقتدر عالی در ساحه نفوذ کردن، بنان او تانستن که از امی 40 سال یا بالاتر از 40 سال از وقت مرحوم داوود خان ای استفاده های بکنه. ای سیاستش، دوم سیاستش عالی معلوم میشه. برای ما مهمترین گپ زمینی ماست، مهمترین گپ مسئله استن که مردم افغانستان بر او تاکید میکنه، تمام مردم افغانستان خرد و کلان و او عبارت. اگر قبلا دکتر اشرف غنی رفته و که همه قسم که همدرد صاحب گفتن کاملا سیاد است، قوی ترین دلیل محکومیت،
قوی ترین محکوم دلیل محکومیت که او خلاصی نداره اینمی دلیل است که او هر نوع موافقه بر خاک افغانستان و بر سرزمین افغانستان و بر سرزمین مردم افغانستان کده باشه و اگر بازم کسی این کار بکنه عرضی مره خوبیش مردم افغانستان نمیپذیره بهترین گپ بر امارت اسلامی نمیستن که اعلامیه پخش شوه و بگویه که اسرائیل صلاحیت ما نیستن تا که ما با مردم افغانستان مشوره نکنیم. بسیار زیاد تشکر از حضورتان مهمانان عزیز. عبدالشکر دادرس آگاه سیاسی و محمد شفیق همدرد آگاه مسائل پاکستان. خوش آمدین به بحث امشب. به همین ترتیب رسیدیم به پایان فراخبر.